به نام خدا، سلام و صبحتان بخیر. بیننده برنامه مجله صبح از دورنمای یک هستن و ما هم پس از بسته خبری دوباره برگشتم. امیدوار هستم که بسته خبری حاوی مهمترین و داخترین خبرهای افغانستان و جهان بود که همه روزا آماده میشه، مورد توجه شما قرار گرفته باشه و یک آگاهی دهی کلی از رویدادهای افغانستان و جهان در 24 ساعت گذشته شده باشه. موضوع امروز برنامه را اختصاص دادیم به چگونگی ارائه خدمات در بیمارستان رابعه بلخی. شما بیننده هایی هم که همیکنون بیننده برنامه مجله صبح هستین و گاهی به این بیمارستان سر زدین و با چالش و مشکل مواجه شدین، میتونین امروز این فرصت برای شما شکل گرفته. دوست دارم شما بیشتر سهم بگیرین، با ما در میان بگذارین. مهمان ما هم خوشبختانه اینجا در برنامه حضور پیدا کردن، خانم صدیقه عبدالله ادیب، رئیس بیمارستان رابعه بلخی هستن که اینجا در برنامه ما حضور پیدا کردن. شما بیننده هایی که هم یکنون بیننده برنامه مجله صبح هستین، شما رو تماس ما شما رو به گونه مستقیم وصل میکنه، 0791 300 654. اگر تماس شما وصل نمیشه شبیان بنابر دلایل مختلف قطع میشن، میتونین سر با فیسبوک ما بزنین /FunTV Morning Magazine. پیج ما در صد قرار میگیره. اگر دوست داشتین لایک کنین و همه روز از موضوعاتی که ما انتخاب میکنیم آگاهی پیدا کنین. اگر دوست داشتین میتونین راحت پای پست مرتبط به همین موضوع ما دیدگاهتان با ما در میان بگذارین. جا داره که مهمان ما را خوش آمدید بگیم. سپاس از اینکه خانم ادیب دعوت ما را پذیرفتین. سلام، صبح شما بخیر و همچنان سلام و عرض ادب دارم خدمت بیننده های عالی قدر تلویزیون یک. ممنون شما. خانم ادیب، در ابتدا میخوایم بدانیم که این بیمارستان در یک شبانه روز ظرفیت مداوای چه تعداد بیمار را داره و مراجعه تان چگونه است؟ شفخانه رابعه بلخی با یک موقعیت بسیار خاصی که داره، یعنی در قلب شهر قرار داره، به خاطر مراجعه شفخانه ما فوق العاده زیاد است. شفخانه به تعداد 210 بستر فعال داره، اما تعداد مراجعه که صورت میگیره به مراتب بیشتر از تعداد بسترهایی است که در شفخانه موجود است. بسیار خوب. خانم ادیب، یکی از کلانترین انتقادهایی که مردم همواره انتقاد میکنن این است که نرس ها و منصوبین صحی در این بیمارستان با مردم رویه نامناسب میکنن و در بس حالات چون برمیگرده بیشتر کارتان برای خانم ها و بخش نسایی و ولادی، ولادت ها به تاخیر میفته و باعث زیان های جانی هم تمام میشه. از رویه نامناسب یک مقدار یادآوری کنین که ناشی از چی است و انگیزه این که یک دکتر با بیمار چنین رویه میکنه چی است؟ خب یکی از علتهای اساسی با تاسف لود کاری بسیار زیاده که بالای قابل سیبا و همچنان دکتر سیبا به شانه هایشان گذاشته شده است، یعنی که ظرفیت کاری یک دکتر و یا یک قابله در ظرف 24 ساعت، خب گفتم ما 210 بستر فعال داریم، یعنی که باید به تعداد 210 مریض داشته باشیم، در صورتی که در 24 ساعت شفخانه رابعه بلخی به تعداد بیشتر از 800 مراجعه صورت میگیره که از این 800 مراجعه به تعداد بیشتر از 300 مریض داخل بستر گرفته میشه، یعنی که یک و قسمی که برای مریضای محترم و مریضدارا معلوم است، شفخانه رابعه بلخی از نظر حجم تعمیر بسیار تعمیر کوچک است و حجم کاری فوق العاده بالا دهی تعمیر صورت میگیره. بنابراین یکی از علتهایی که با تاسف برخورد ناشایسته کارمندای صحی با مریضا، لود کاری بالایشان است. اما خوشبختانه در این اواخر شکایت از این نوع بسیار کم شده و ما توانستیم که با همکاری وزارت محترم صحت عامه پالیسی جدیدی را که اونا دارن، با دایر نمودن کورس های اخلاق طبابت و با دایر نمودن ترنینگ ها در این رابطه، تانستیم انگیزی را ایجاد کنیم که قابل سیبا و دکتر سیبا ما روی بسیار خوبی را با مریضا و مریضدارا داشته باشن. بسیار خوب. در رابطه با این موضوع بیشتر صحبت میکنیم، اگر موافق باشین یک تماس پاسخ میدیم. ویس الدین از قندوز تماسشان وصل شده. ویس عزیز، مهربانی کنید. سلام علیکم، یک سپاه خیری برای شما دارم، یک سپاه خیری برای خواهر عزیز ما که خیلی از جوان فعال موفق سیاسی آمد. خیلی تشکری میکنم برای شما، یک تشکری زیاد میکنم که خیلی برنامه خوبی دارین. واقعا ما در برنامه خیلی خوش هستیم، هم پشتیبانی خیلی ایران هم میکنیم، در برنامه حمایت خیلی قوی هم داره برای شما. ممنون شما وایس عزیز، سپاس از این که یک تعریف خیلی خوبی کردین. ما هم در همین ابتدای برنامه خوشحال ساختین، مهربانی کردین پرسشتان. ما خواری عزیز هستیم، ایمانی عزیزتان خیلی از دار اکسانت انتقاد دارم، خدا کنه که ما را زیاده کرد. من بگه انتقاد اول ما اینه که شفاخانه های کنده زم برزم چند وقت پیشتر هم گفته بودم باور دن. امروز عملی ما یک همسایه ما افندیسی شده بود بودن با شفاخانه حوزه ای کنده. باورت همین خواهی عزیزی، یک داکتر من دوردی مریض میگردن
و نقد مریض اگر اخلاق خوب میکنم باور دارم که ما یک واسطه پیدا نکنی در شفاخانه امکانش نیست که آدم را تحویل بگیرن خواری از این باور ما یک کسی را باز زنگ زدیم دوباره او آمد ما را با دکتر معرفی کرد ما خیلی مشکلات ها داریم دکترهایی که مثلا پنج روز در پانتونهای شخصی میخوانند بیان پیشکاری میکنم باور بگیم از چند تا را پیشکاری کردن همه در پایدر دادن باور کلشم پایدر شدن کلشم مشکلات های زیادی داریم از بیت ما خواهش میکنیم که دلست بکنیم که یعنی کارتان چی هست برنامه هایتان چی هست ما و نبی ما ملت اگر ما ملت نباشیم این دکتر ها چی میکنن این اخلاق چی میکنن این اخلاق خوب با مردم گفتیم ممنون شما وایس عزیز ممنون از این که مشکل تا با ما در میان گذاشتی مشکل خودت اختصاصی تر به ولایت قندوز برمیگرده اما مهمان ما خانم صدیقه عبدالله ادیب رئیس بیمارستان رابع بلخی هستند و ما امروز فقط ویژه همین بیمارستان صحبت میکنیم چگونگی روی خدماتش و چگونگی که مردم به این بیمارستان مراجعه کردن با چه چالش های مواجه شدن فقط میتونن کسانی که به این بیمارستان سر زدن امروز مشکلشان با ما در میان میگذارن اما ما تعهد میسپاریم که در هفته آینده یکشنبه یکی از مسئولین وزارت صحت می داشته باشیم و شما می توانید به صورت جمعی مشکلاتتان با ما در میان بگذارید. فعلا هم یک وقفه می گیریم پس از وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم و ما اینجا منتظر تماس ها و دیدگاه شما هستیم. سلام دوباره بیننده ادامه برنامه مجله صبح از دورنمای یک هستین و ما هم پس از وقفه کوتاه دوباره برگشتیم اینجا منتظر تماس ها و دیدگاه شما هستیم. موضوع امروز برنامه قسمی که روی اسکرین های تلویزیون شما هم درد شده ما هم یک بار دیگه یادآوری میکنم چگونگی ارائه خدمات در بیمارستان رابعه بلخی هست. شما بیننده هایی که اگر گاهی به این بیمارستان امیدوار هستم و نیاز نشده باشه سر زده باشین اما اگر نیاز شده و مجبور بودین سر زدین امروز این فرصت برای شما شکل گرفته دوست دارم شما بیشتر سهم بگیریم زنگ بزنین از پرسش ها و دیدگاهتان با ما و مهمان برنامه ما در میان بگذارید. شماره تماس ما شما را به گونه مستقیم وصل میکنه از 0791-300-654 اگر تماس شما وصل نمیشه و یا بنابر دلایل مختلف قطع میشه شما میتونید راحت سر به فیسبوک ما بزنید /fun tv morning magazine و یا با فارسی مجله نویسو بنویسین آنجا میتونید راحت پای پست مرتبط به همین موضوع ما دیدگاهتان با ما در میان بگذارید. آخرین گزینه هم پیامخانه است که اگر دوست داشتین تماس بگیرید و پیام بگذارید میتونید از طریق پیامخانه دیدگاهتان با ما در میان بگذارید. ما 10 دقیقه اخیر برنامه را بیشتر اختصاص میدیم به پرسش ها و دیدگاهی که شما از طریق فیسبوک با ما در میان بگذارید. فعلا هم تماس یک بیننده ما وصل شده را پاسخ میدیم مهربانی کنید. صدای مرا اگر دارین تماس شما وصل شده مهربانی کنید. سلام علیکم دکتر. خواهر بزرگوار سلام به خودت و خیلی کار نیکی کردی که تماس گرفتی اسمت بگو و مهربانی که پرسشت. اسم فرزانه از کمپنی و تماس شدید. من خودم در شفاخانه رابعه بلخی عملیات شدم در اتاق عاجل بستر بودم اما دکترهای توجه نداشتن به مریضا. اقایت پیچکاری درد رو ایچی نمیکرد. پرواز ما در امان دقیقه نبود. یک پیشکاری درد را نمیداد. چیغ میزد. مرد کدام شانه از طرف میرفتید. نقصه مریضا نبود. اتاق کاجل. بیر خوبان کاجل بیرون باشن و نقصه شان باشن. خواهر عزیز ما از خودت پرسان میکنم که خودت در کدام سال این عملیات را انجام دادی؟ ملک؟ خودت در کدام سال یعنی در همین نزدیکی های این عملیات را انجام دادی؟ اول 6 ماه از عملیات نمیشه. 6 ماه میشه. مدرمون شفاخانه عملیات و مورید توجه به مریض نداشتید. ممنون. ممنون از خودت. امیدوار هستم که حالا صحتیاب شده باشی و خانم ادی بر حرفای شما رو میداشته باشید. خوب است. من بسیار خوش شدم که صدای از این مریض محترم ما را شنیدم. اما وقتی که این مریض محترم ادعا میکنه که برشان هیچ توجه نشده یعنی انجام دادن یک پروسیجر عملیاتی که پیش از اینا صورت گرفته و خوشبختانه که فعلا صحتیاب هستن این بدون توجه دکتر سیبا و قابله سیبا در شفاخانه موظف هستن هیچ امکان نداشته یعنی وقتی که یک پروسیجر بالا یک مریض انجام پیدا میکنه تمام معاینات مریض تکمیل میشه بعد از اینکه مریض معایناتش تکمیل میشه کانسلتیشن یا مشوره با دکتر سیبای داخله و با دکتر سیبای
انستیزی صورت میگیره، یعنی تمام از این میرسونه که به این مریض محترم توجه صورت گرفته. و ما مسئله از این که درد که اینا شکایت میکردن که درد داشتن و به خاطر تسکین دردشان پیچکاری داده نمیشد. بعد از ختم عملیات این طبیعی است که وقتی که عمو تاثیرات دوای بیوشی کم میشه، مریض کم درد احساس میکنه، اما از نظر استدباب تداوی ایجاب نمیکنه که ما مثلا در 24 ساعت به تعداد بیشتر از 30 مریض ما سیزارین میشه، به تعداد بیشتر از 30 تا 35 مریض در بخش جراحی عملیات میشه. اگر به تمام از این مریضا آنالیزیک داده شوه، خب این در صورت است که مریض اگر واقعا درد داشته باشه، دکتر سی که موظف از بالای سرش تشخیص میده که برای کدام مریض ایجاب میکنه که باید برشان دوای ضد درد یا تسکین درد داده شوه. اما برای یک تعداد مریضایی که درد بسیار جزئی دارن، اینا لازم نیست که دکتر سیبا یا قبل سیبا برشان بدون تجویزی که دکتر سیب موظف که اینا رو عملیات کرده برای اینا دوای درد داده شوه. با تاسف یک تعداد مریضا توقعی را دارن که بدون از اینکه دکتر سیب معالجشان یا دکتر سیب که اینا رو عملیات کرده، وقتی که در دوسیه از اینا دوا تجویز نکرده باشه، هیچ دکتر جوان یا دکتر ترینی که در اونجا موظف است یا قابله نمیتونن بدون استتباب که بدون تجویز دکتر موظف برای اینا آنالیزیک بده. به خاطر بعضا مریضا ناراحت میشن که ما صدا میکنیم که بیاین برای ما پیشگیری بتین و اینا نمیتن. این روی این دلیل است میخوایم برای این مریض محترم و مریضای دیگه که میشنون صدای ما را، تا این که در دوسیشان دوا تجویز نشده باشه، با توسط خواهش مریض نمیشه که برای مریض دوای تسکین درد داده شه. حتی یک مسکن هم شما فکر میکنین که نیاز نیست براشون باید داده شه؟ حتما. وقتی که اگر دکتر معالجه که مریض را وقتی که عملیاتش خلاص میشه، دکتر سی که مریض عملیات کرده در دوسیش مینویسه که برای مریض کدام دواها داده شوه، و باز نرس موظف یا قابله مطابق به مو دوسی مریض برای مریض باید دوا بده. در غیر از او اگر خودسرانه حداقل یک مسکنم هر دوا زهر است و هر زهر دواست، یعنی که یک مقوله است که از نظر فارماکولوژی و دواشناسی موجود است و هیچ قابله و دکتر موظفی که در شفاخانه است بدون تجویز، بدون نسخه یا اینکه دوسی مریض چیزی که دکتر سی تجویز کرده باشه، خودسرانه اجازه ندارن که برای مریضا به خواهش خود مریض که مثلا صدا میکنه که بیا برای من یک دوای درد بده. قابله موظف وقتی که دوسی مریض بررسی میکنه اگر دوا تجویز نشده باشه، در این صورت شما از قابلای ما و از نرسای محترمی که اونجا خدمت میکنن ناراحت باید نشین. مریضای محترم، برای اینکه حتما دکتر سیب معالجتان نیاز ندانسته که برای شما دوا تجویز کنه. بسیار خوب، یک تماس اگر موافق باشین پاسخ میدیم، بیشتر به ادامه صحبت ها میپردازیم. تماس یک بیننده ما وصل شده، مهربانی کنه. صدای مرا اگر دارین، تماس شما وصل شده، مهربانی کنین. تماس بیننده ما قطع شده. ما از روی بیننده هایی که تماس میگیرن خواهش میکنم هنگامی که تماس میگیرن یک موقعیت درست اختیار کنین و یا از پای تلویزیون هایتان فاصله بگیرین تا ما بتانیم صدای شما رو به گونه درست داشته باشیم و بتانیم مشکل و پرسشتان با ما در میان بگذارن. فعلا هم تماس یک بیننده دیگر ما وصل شده را پاسخ میدیم، مهربانی کنین. تماسشان فکر میکنم قطع شده، بیشتر میپردازیم خانم ادیب. در یک شبانه روز و در یک لود کاری و یک شفت کاری که شما یادآوری کردین که بیشتر بالای دکتران و منصوبین وزارت بیمارستان شما کار بیشتر هست، چند ساعت کاری هست و چند عملیات را بیشتر انجام میدین؟ در طول 24 ساعت به شفاخانه رابی بلخی به تعداد بیشتر از 600 مراجعه صورت میگیره که از او جمله در طول 24 ساعت به تعداد 30 سیزارین، یعنی امو عملیه که طفل توسط عملیات به دنیا میایه، این عملیات پیش مریضا صورت میگیره و به ولادت های نرمال بیشتر از 50 ولادت در 24 ساعت صورت میگیره. و همچنان چون شفاخانه رابی بلخی یک شفاخانه کامپلکس است، دپولی ازی که خدمات نسای ولادی را به خانم های محترم عرضه میکنه، یگانه شفاخانه است که برای طبقه اوناس در سطح کشور خدمت میکنه و یک مرجع ریفر است برای تمام ولایات کشور. یعنی در تمام ولایات کشور زمانی که مشکل پیدا میکنن، به صورتی که به شفاخانه زون رجعت میتن و از اونجا اگر مشکل احساس میشد رجعت داده میشه به شفاخانه رابی بلخی. و این شفاخانه کامپلکس یعنی دپولی نسای ولادی بخش جراحی داخله و بخش تشخیصی که و همچنان وارد نوزاد در این بخش ها خدمت میکنه و برای خانم ها همچنان در
بخش جرایی عمومی نیز خدمات صورت میگیره که در طول 24 ساعت بیشتر از 20 تا 25 واقع جرایی عمومی همچنان در شفاخانه رو بلخی گرفته میشه و همچنان به تعداد 20 بستر داخله داریم که مریضای محترمه که طبقه اوناس هستن در بخش داخله نیز داخل بستر گرفته میشن و برشان خدمات ارزان میشه. بسیار خب، یک تماس پاسخ میدیم. حسنا جان از غزنی تماس گرفتن. حسنا عزیز مهربانی کنید. سلام خواهران عزیز، خوشحالم. ممنون شما، سلامت باشین. خواهر عزیز، خوشحال هستیم که صداتون رو در برنامه داریم، بفرمایید. شکر زنده، سلامت باشین خواهر عزیز. ببخشین از دکتر سر سوال دارم. بفرمایید. مادرم پاکستان محمود شده بودید دیگه آز زیاد دلشه هم پولیده هم زیاد شلاق هسته از امی دکتر سر یک سوال بشتیم. صدای مرد دارین اصنا جان؟ بله، من دقیقا نفهمیدم چه یادآوری کردین. مادر جانتان 70 سال عمر دارن و عملیات انجام دادن؟ بیدوشم خواهر نازم، دیگه یک سال دیگه هم مادرم سیست عملیات شده بود پارسال، دیگه زیاد دلش هم شلاق هسته، هم زیاد دیگه هم ریزی مهارش بند هسته. من میخوام که دکتر مشوره بده. استاد جان، همین سیزارین را که انجام دادن برمیگرد به چه چیزه؟ چه مریضی داشتن؟ دوباره دلش قاتل و به خیال سنگ چی داشت کسی سفرهایش باشدون عملیت شدن باید از بگم و یک سال میشه هم مریضیش بند شده. در غزنی این عملیات را انجام دادن خواهد؟ بسیار خوب، در غزنی این عملیات را انجام دادن؟ بله، ایش دکتر غزنی عملیات انجام دادیم. آها، حالا میخواین بدانین که دلیلش چی است که آماس و پندیدگی پیدا کرده؟ متشکرم. ممنون شما. اگر پرسش دیگر ندارین، پرسشتون رو یادداشت کردیم استاد جان. ممنون شما. ممنون. خانم ادیب، بیشتر با کارکرد بیمارستانتان برنمیگردم و دوست دارم که شما برشون توصیه کنید. من میخوام برای حسنا جان بگویم که اینا گفتن که پیش مادرشان عملیات کسی صفرا را انجام دادن و خوشبختانه که این عملیاتشان در شفاخانه غزنی صورت گرفته. حسنا جان میدونن که مادر جانشان دوباره پیش دکتر مالجی که اونا را عملیات کرده یک بار به معاینات برن تا ای که پیدا شوه که علت پندیدگی که اینا حکایت میکنن پیش مادرشان ناشی از چی است، چرا که فاکتورهای مختلف میتونه که یعنی ای که بدون از اینکه عملیات سبب از حالت شده باشه میتونه که پیش مادرشان معاینات صورت بگیره تا ای که علت از این پیدا شوه و تداوی لازمه برشان انجام پیدا کنه. بسیار خوب، ممنونتون. امیدوار هستم که حسنا جان از غزنی پاسخشان دریافت کرده باشن. فعلا یک وقفه کوتاه میگیریم. بیننده دومی برنامه مجله صبح از دورنمای یک هستین و ما هم اینجا در انتظار تماس ها و دیدگاه شما هستیم. موضوع امروز برنامه قسمی که روی اسکرین های تلویزیون شما هم درد شده، چگونگی ارائه خدمات در بیمارستان رابعه بلخی است. شما بیننده هایی که اگر گاهی به این بیمارستان سر زدین، با چالش مواجه شدین و یا پرسش در رابطه به همین بیمارستان دارین، امروز این فرصت برای شما شکل گرفته. ما دوست دارم شما بیشتر سهم بگیرین و زنگ بزنین، دیدگاه ها و پرسشاتون با ما در میان بگذارید. شماره تماس شما رو بگونه مستقیم وصل میکنه از 0791-300-654. اگر تماس شما وصل نمیشه میتونین راحت سر به فیسبوک بزنین /1TV Morning Magazine و یا با فارسی مجله نوی صبح بنویسین. آنجا میتونین دیدگاهتان از طریق فیسبوک هم با ما در میان بگذارین. ما 10 دقیقه اخیر برنامه بیشتر به پرسش ها و دیدگاهی که شما از طریق فیسبوک با ما در میان گذاشتین میپردازیم. فعلا هم تماس یک بیننده ما وصل شده را پاسخ میدیم، بیشتر میپردازیم با صحبت ها با خانم ادیب. تماس شما وصل شده، مهربانی کنین. صدای مرا اگر دارین، تماس شما وصل شده، مهربانی کنین پرسشتان. تماس دوست ما فکر میکنم قطع شده، بیشتر میپردازیم. خانم ادیب، قسمی که شما یادآوری کردین که این بیمارستان در قلب کابل و دقیقاً در یک منطقه مزدحم ترافیکی هم وجود داره، چقدر برای شما چالش برانگیز از همین انتقال بیمارها و خود بیمارهایی که در اونجا مانده میشن و اینکه انتقال پیدا میکنن تا خانه و بیمارستان؟ بله، خب از نظر ازدحام ترافیکی فوق العاده یک جاده مزدحم است و
و با منظرت موقعیتی که قرار داره نزدیک بودن هتل سیرینا با شفاخانه خودش یک چالش است که در بعضی مواقعی که کنفرانس ها اونجا برگزار میشه باعث ازی میشه که مریضای ما حتی از جاده های بسیار دور از مترا پیاده شوند و پای پیاده به شفاخانه مراجعه میکنن. اما جای تعجبی است که با وجود ازی که سرک فوق العاده مزدحم است و گاهی جاده ها بند میشه، اما لود کاری شفاخانه با اونمو منوالی که است ادامه داره. یعنی هیچ گاهی نشده که ما از باعث بند بودن جاده ها تعداد مریضای ما کم شوه و این خود میرسانه که اعتماد مردم بالای شفخانه رابی بلخی و این که کادرهای بسیار خوب و قابلهای بسیار خوبی که در شفخانه خدمت میکنن و اعتماد را که در بین اجتماع شفخانه رابی بلخی داره، در هر صورتش مزدحم بودن جاده نتونسته که لود کاری شفخانه را پایین بیاره و کاهش بده. اما چالش زیادی بر مطمئن ایجاد کرده. چالش برای مریضا گاهی هم اتفاق افتاده که کدوم بیمار روی صحنه سرک و در مسیر رسیدن به همین بیمارستان ولادت انجام داده باشه. خوشبختانه هیچ گاهی چنین واقعی نشده، به خاطر از اینکه پرسنل محترم امنیتی ما که در سرک ها موظف هستند، چون میفهمند که این جاده منتهی میشه به شفخانه رابعه بلخی و مریضان وقتی که بهشان حکایت میکنن که اینا میخواین شفخانه مراجعه کنن، خوشبختانه که نیروهای امنیتی همراه از همکاری میکنن و هیچ گاهی چنین واقعی نشده که مادر خدای نخواسته آسیب ببینه و در مسیر راه شفخانه ولادت کرده باشه. بسیار خوب، تماس حسنا جان اگر موافق باشین دوباره پاسخ میدیم، چون فکر میکنم حتما پاسخشون رو دریافت نکردن و یا پرسش دیگر دارن. حسنا جان مهربانی کنه. سلام وارینا، خوب هستی؟ چطوری؟ ممنون، خودت سلامت باشی. مهربانی کن حسنا جان. ببخشید وارینا جان، مادرم 40 ساله است. پیش از اون دکتر به 4 دفعه رفتیم پیش دکتر غازی ها. دیگه مادرم فشار بالا هم داره. دیگه نمیتونم دکتر براتون دلیلش چی گفته حسنا جان؟ حسنا جان اگر خودت مراجعه کردی برای دکتر و دکتر برای خودت چی دلیل گفته؟ گفته که دلیلش چیست؟ برای مادرم دیگه دوا دادش، دیگه کنم گفته نه دیگه نداشت، فقط دوا. حسنا جان من خودت با خانم ادیب وصل میکنم، فرصت میگذارم به خود شما که شما صحبت داشته باشین. اگر پرسش دارین ادامه بدید. حسنا جان امی پوندیدگی که شما یکایا میکنین در پاهای مادر جانتان پیدا شده؟ پاهای شما گفت که تو سند کلان هست، اگلی سند سال هست بگه همی تو دوا نمیداد، او از دوا که پایده میکرد نمیکرد پایده. بگه نمی کنم چقدر از دکتر مهربان تاوی داشتیم. حسنا جان میشه که بازم مادر جان به یکی از دکتر سیبایی که متخصص قلب باشند غزنی پیش از اونها ببرین تا ای که معاینات قلبیشان هم تکمیل شود و همچنان معاینات کلیوی یا معاینات گرده هایشان، انشالله که علت پوندیدگیشان پیدا میشه و میشه که دکتر سیبایی امی مادرم موخ کمایت شده بود، یک مشکل دیگه هم باش پیدا شده، امی پایه زیاد شلاخ هسته، من بکی میگرده پایه زیاد میتونه نمیتونم مشکل دیگه. میشه که قسمی که براتون گفتم به پیش یک نفر از متخصصین محترمی که اونجا خدمت میکنن، متخصصین قلبی و یا متخصصینی که در قسمت گرده ها تخصص داشته باشن، پیش از اونا مراجعه کنین تا ای که علت مشکل مادر جانتان پیدا شه. تشکر از شما. تشکر زیاد. ممنون. حسنا جان از خودت هم سپاس که دوباره تماس گرفتی و امیدوار هستم که پاسخ قناعت بخش دریافت کرده باشی و مادر جان هم هر چه زودتر صحت یاب شود. شما بیننده هایی هم که همیکنون بیننده برنامه مجله صبح هستین، دوست دارم شما بیشتر سهم بگیرین، از مشکلات، پرسش ها و دیدگاهی که نزدتان وجود داره با ما و مهمان برنامه ما در میان بگذارین. شما رو تماس که شما رو به گونه مستقیم وصل میکنه 0791 36 654. اگر تماس شما وصل نمیشه میتونین سر به فیسبوک ما بزنین /fun tv morning magazine یا با فارسی مجله نوی صبح بنویسین، میتونین پای پست مرتبط به همین موضوعی که ما اختصاص دادیم به برنامه امروز ما دیدگاهتان رو با ما در میان بگذارین. فعلا هم تماس یک بیننده ما وصل شده را پاسخ میدیم، مهربانی کنین. صدای مرا اگر دارین مهربانی کنین. فکر میکنم بیننده ما متوجه نیستن که تماسشان وصل شده. داود عزیز مهربانی کنین. بله سلام علیکم، شما خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ ممنون، شما سلامت باشین، وقت شما بخیر، بفرمایید. احترامات تقدیم میکنم برای
احترامات تقدیم میکنم برای دکتر سبه نازنین، احترامات تقدیم میکنم برای رئیس. ممنون شما. تشکر. خوار قد ما یک سوال داشتم از دکتر سب بخاطری که پیشتر گفته که ما یک تریلینگ جور میکنیم به حساب یک کورس جور میکنیم که دکتر صاحبا را ما راهنمایی کنیم که تی کس رفتار خوب کنه. یک کسی که 14 پاس باشه، پانتون خوانده باشه، پس چی ضرورت داره برای یک سال 6 ماه تریلینگ به خاطر اینکه راهنمایی صحیح کنن؟ ما کل دکتر صاحبا را نمیگم، یک تعداد بسیار بسیار کمش اگر رفتار نادرست کنه امرای مریضا، دیگاهش آدمای خوب است، دیگاهش شخصتهایی است که ما بسیار زیاد احترام داریم و مثل خود رئیس کمانش بسیار گپای خوب زد، آدم مهربان است. این 6 ماه تریلینگ میتونه گناه رو بفهمانه بخاطر که نامه خدا خود از 16 پاس است بخاطر جا تحصیل کردن آجت به تریلینگ ندارم. تشکری میکنم از دکتر صاحب. تشکری میکنم از برادر بسیار قدر ما داود. اینا لطف دارن، لطف کردن، فرموده اینا دکتر سیبا و قابل سیبای ما یک تعداد بسیار زیادشان آدم های بسیار مهربان هستن، آدم های پروفشنال هستن، آدم های هستن که بسیار با مریضا و مریضدارا رویه خوب دارن، اما با تاسف تعداد معدودی که شاید بسیار انگشت شمار باشن رویه خراب از اینا با مریض و مریضدار باعث از این میشه که کار یک عده کثیری از همکارای ما را تشوا قرار میده و خدای نخواسته مریضا و مریضدارای ما ناراضی میشن. که ما برای برادر ما عرض کنم که ترنینگ 6 ماه نگفتیم، ما تنها برامو کسایی که روی خوب ندارن بر از اونا در آپورای صبحانه و همچنان در جلسات که در شفخانه گرفته میشه و ما تشخیص میتیم که کیها هستن که با مریضا روی خوب ندارن، با اونا کار صورت میگیره، امرایشان صحبت میشه، تمام امو میاراتی که لازم از شایسته یک کارمند صحی، یک دکتر و یک قابل است ای برشان گفته میشه و از نظر میارات اخلاق طبابت برشان گفته میشه، که قسمی که یک برادر دیگه ما پیشتر گفتن که دکترها و قابلها به خاطر مریض هستن، یعنی شفخانه ها وزارت محترم صحت عامه تمام تلاشی را که میکنن به خاطر عزیز که هموطنای ما و مراجعینی که به شفخانه مراجعه میکنن اینا راضی باشن و خدمات به عرصه وقت برشان صورت بگیره و عرضه خدمات خوب و عالی برشان تقدیم شوه. به خاطر برای عده معدودی از این کسایی که اینا را ما تشخیص دادیم امرای اینا کار صورت میگیره تا اینکه برشان گفته شوه که روی خود تغییر بدن. در غیر از او اگر که اینا باز هم با اونمو اخلاقی که دارن و نمیخواین که امرای مریض و مریضا روی خوب داشته باشن، در این صورت وزارت محترم صحت عامه شخص خود جناب وزیر صاحب بر ما صلاحیت ازیر داده که این آدم ها را تشخیص بدهیم و از سیستم صحی و مخصوصا از شفخانه رابی بلخی اینا را از سیستم باز خارج میسازن. بسیار خوب، بسیار میکار نیکی است و امیدوار هستم که پاسخشان دریافت کرده باشن. فعلا هم تماس مریم جان از کابل وصل شده. مریم عزیز مهربانی کنه. خواهر عزیز سلام و وقت خودت بخیر، بفرما پرسش و یا دیدگاه اگر داری. بخیر باشین، زنده باشین. خود منگرم فعلا مریض هستم، یک مشکل دارم که تقریبا 2 ماه میشه که حمله‌دار بودم، باز خونریزی برم پیش آمد، رفتم در کلینیک شخصی، برم گفت که پل خراب شده باید تفایی شدی و بعد از او خب من خودم یک بچه یک دارم در میرابی برخی پارسال یک پتلک مام عملیات شد پیش زنده بود باز همونجا مرد دیگه. باز بعد از او رفتم بازم رابی برخی رفتم گرفتم دکترهایشان سر روی خوب کردن آمدن باز برم گفتم به وجود که خاطره بد داری بازم اینجا آمدی خوخنده کردم چیز نگفتم باز برم معاینه کردم برم گفتم که نال نمیتونی که خونریزی هم داری که ما یعنی باز دوباره اگر تصویی سوبکی معاینه تلویزی میشه یه انتفال بر سی هفته برتن وقت میدیم. آن را آمدیم خانه این دروز دیر میشه سرم بسیار درد شدید دارم، آن ایران هستم که چی تو کنم، یعنی برم پیش دکتر نرم هفته ام را بیبرخی چی کنم از پیش خواستم یک معلومات میخواستم که چی کنم. ممنون دکتر صاحب، ما شما را قطع نشده مریم جان تماس تا قطع نکن، من خودت میگذارم به مهمان ما اگر صحبت دارم بفرمی. مریم جان خودت به خاطر وقت دادن دکتر سیبا به خاطر از اینکه بعضن در صورتی که اگر خونریزی هم صورت میگیره اما طفل حیاتیت خود از دست نمیداده باشه و در این صورت است که باز خدای نخواسته اگر طفل و جنینی که دعوتن داری او زنده باشه و دکتر سیبا اقدام کنه
کنند به خاطر خونریزیت که به عملت خاتمه بدن، یا هم از نظر دینی مبین اسلام یک گناه بسیار کبیر است، و هم برای خودت که یک مادر هستی و طفلت هم میخواهی به او خاطر این 10 روز چون در کتاب هم تو گفته شده که برای مریض وقت داده شوه، تداوی لازمه که برات داده شده، او تداوی رو میگیری، استراحت میکنی، 10 روز بعد دوباره معاینه تلویزیونی میشی. اگر دیدن که واقعا طفل دیگه قلبش کار نمیکرد و طفل از بین رفته بود، در اون صورت پس پیش خودت هم عملیه که لازم است به خاطر خاتمه دادن عملت صورت میگیره. و مریم جان هیچ تشویش نکن، در صورتی که اگر در روزت پوره شده باشه، میشه که دوباره به شفاخانه رابی بلخی مراجعه کنی، برات عملیه که لازم است صورت میگیره. و انشالله که و کار دیگه که باز بعد از او باید برات شود که علت از اینکه طفلک پیشت سقط شده ای چی است، ای باید پیدا شود و تداوی لازم پیشت صورت بگیره. تا وقتی که علت یابی نشده، باید که برای بار سوم باز عامله نشی به خاطر از اینکه دو طفلت از دست دادی. اگر بار دیگه میشه، هر بار عمل گرفتن باعث ازی میشه که خودت کم خون میشی و خدای نخواسته در آینده باز مشکلات بسیار برات پیدا میشه. به او خاطر هیچ تشویش نداشته باش، ان شاءالله که در شفاخانه رابی بلخی هم خدمات که لازم است برات صورت میگیره. دوباره مراجعه کن. ممنون از خودتم مریم جان، ممنون از این که تماس گرفتی، امیدوار هستم پاسخ تا دریافت کرده باشی و هر چه زودتر سعادت یاب شوی. و ممنون از این که با یک رویه خوبی هم مواجه شدی و اینجا به عنوان تشویقی یادواری کردی. ما از وید بیننده هایی که فقط دوست ندارم شما انتقاد ها و مشکلات تان با ما در میان میگذارن، اگر با رویه خوبی هم برخوردین، امروز این فرصت برای شما شکل گرفته، هر دیدگاهی که دارین میتونین با ما و مهمان برنامه ما در میان بگذارین. فعلا هم یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره زود برمیگردیم. سلام دوباره بیننده آخرین لحظات برنامه مجله صبح از دورنمای یک هستن و اما هم در پایانی برنامه مجله صبح قرار دارم. دوست دارم شماهایی که تاکنون تماستان وصل نشده و یا نتونستن موفق شوین تماس بگیرین، از این لحظات اخیر استفاده کنین و با ما دیدگاهتان در میان بگذارین. فعلا هم تماس یک بیننده ما وصل شده را پاسخ میدیم، مهربانی کنین. تماس بیننده ما قطع شده، بیشتر به صحبت ها میپردازیم. خانم ادیب، تا جایی که من هم یک بار هزین بیمارستان دیدن کردم، فقط از محبتش خیلی کوچک است و خود شما هم یادآوری کردین و مردم را این کوچک بودن بیمارستان با چالش جدی مواجه کرده، حتی برای مریضدارانی که اونجا شب را صبح میکنن محل بود و باش نیست و بیشترشون شکایت دارن که ما در سرک شب را صبح میکنیم. چرا تا کنون یک جای مشخص حداقل برای همین بیمار مریضداران شکل نگرفته؟ خب قسمی که شما هم چشم دیدتان بیان کردین، شفخانه رابی بلخی فوق العاده از نظر حجم تعمیر و همچنان صحنه اولیش بسیار کوچک است و برای این مریضی که مراجعه میکنه ابدا کفایت نمیکنه. که دقیق راستا وزارت محترم صحت عامه تلاش های متداوم خود داشتن و تلاش به این صورت میگیره تا اینکه یک محل مناسب که از ملکیت های وزارت محترم صحت عامه باشه تشخیص داده شود، تا اینکه بیمارستان رابی بلخی دوباره به شکل استاندارد و مجهز اونجا ایمار شده و بتانیم که ما از اینجا انتقال کنیم در یک جای دیگه. اما فعلا برای فعلا امکانات در قسمت بسیار محدود است. قسمی که برای تمام هموطنای عالی قدر ما معلوم است، فعلا کشور در حالت جنگ است و بیشترین بودجه برای بخش امنیتی اختصاص داده میشه. وزارت صحت عامه با وجود از اینکه گزارت است که برای فوق العاده نیازمندی مردم در یعنی قسمت زیاد است، اما شما یادآوری میکنین تا زمانی که نقل و مکان نکنین به یک تعمیر جدید برای مریض داران محل نمیتونه درست. بله، یا اینکه تلاش وزارت محترم صحت عامه میز که انتقال کنه تعمیر به یک جای دیگه، و یا اینکه بودجه پیدا شود تا اینکه دمی محوطه دوباره یک تعمیر استاندارد با معیاراتی که واقعا برای یک شفخانه ایمار شده باشه ایمار شود. به خاطر از اینکه فعلا شفخانه رابی بلخی استاف شفخانه در تعمیر خدمت میکنن که ای اصلا بر شفخانه دیزاین نشده، یعنی یک تعمیر است که قدامت 80 ساله داره، از سابق اینجا ایمار شده و ای به منظور شفخانه و شفخانه‌داری ایمار نشده. اما وزارت محترم صحت عامه با اینمی تعمیر کوچک استاف متحد که داره عرض خدمات به صورت بسیار خوبش در اینجا صورت میگیره برای هموطنای ما، اما یه بدن بر شفخانه دیزاین نشده و تلاش های جدید در این راستا ادامه داره تا اینکه بودجه پیدا شوه که یاد سن امی محوطی که موجود است یک تعمیر معیاری استاندارد ایمار میشه، و یا اینکه جای دیگه را وزارت محترم صحت عامه در نظر داره تا اینکه شفخانه ایمار شوه. و یکی از چیزایی که شما گفتید،
خانم ادیب اگر موافق باشین یک تماس پاسخ میدیم بیشتر به ادامه صحبتتون بپردازین فراموشتان نشه. عبدالله جان از خیرخانه تماس گرفتن. عبدالله عزیز مهربانی کنه. سلام به شما متخصصای محترم. سوال داشتم از دکتر صاحب محترم. بفرمایید. ما یک خانم ما بسیار بله. میشنویم شنونده هستیم. ما یک سوال داشتم از محترم متخصصای البته خانم ما یک 3-4 مرتبه سر تفلکای ما سیزاریان شده، عملی سیزاریان یعنی تفلکش از ریبت نگرفته شده. همیشه تقریبا بین فاصله بین هر تفل ما 3 سال 4 سال هم در میان بوده که منطقه مشکل داشته و دکتر خیبا لازم دیدن سیزاریان شده. و همی فعلا تفلک خورده ما که آخرین تفل ما 3 ساله می باشه و مادرش همیشه از این قسمت نهای عملیاتی درد شدید همیشه دوامدار می داشته باشه. چند دفعه با دکتر خیلی محترم مراجعه کردیم، گفتن این کدام مشکل خاص نیست، یک مرحله فیزیولوژیک است، یا همیشه خصوصا که فعالیت فیزیکی انجام بده یا یک کار خانه تفریح باشه انجام بده، بهمون نهایی که سیزاری انجام بسیار درد شدید می داشته باشه، خصوصا همون سایه که خیابان شده باشه یا سیلای عامیانه کوب می خورده باشه، همون سایه بسیار دردناک است. همیشه دست به همون سایه ماندگی است و شکایت میکنه که سایه هم بسیار مرا تکلیف میده، خصوصا که باز مریضای ما آرام میشه در اون مرحله و نموسا هم بسیار درد شدید ایجاد میشه. خواستم از دکتر تو یک معلومات بگیریم که چی کنیم ما باشیم. بله ممنونش. سپاس از این که مشکل خانمتانه این گونه با زبان خیلی خوب و رسا با ما در میان گذاشتین. صحبت شما رو ما میخواییم که برای برادر عالی قدر برشان بگوییم که خب قسمی که خودشان گفتن 4 بار خانمشان سیزارین شده و هر عملی سیزارین که صورت میگیره به اینا نظر به مو طرز گفتارشان پیدا کردم که مسلکی هم هستن، خودشان میفهمن که التصاقات یا چسبندگی که در ساحه به وجود میاد این خودش باعث ازی میشه که مثلا خانما یک عادت دارن که وقتی فکر میکنن که اینا سیزارین شدن یا عملیات شدن برای یک مدت بسیار زیاد بسیار امرای خود احتیاط میکنن، اینا فعالیت های فیزیکی خود محدود میسازن، ورزش نمیکنن، این باعث ازی میشه که ساحه التصاقات به وجود میاد یا ای که مثلا عدم مراعات وزن، البته در قسمت خانم از اینا نه، به صورت عام میخوایم بگیم عدم مرات حفظ صحی درست و عدم اجرای حرکات ورزشی و همچنان فعالیت فیزیکی متداوم، پیاده روی، عدم تحرکیت باعث ازی میشه که در روزهای اول بعد از سیزارین التصاقات یا چسبندگی هایی که به وجود میاد باز باعث ازی میشه که در دراز مدت با پیدا شدن یک کشش سبب درد و ناراحتی پیش مریض میشه که خانم اینا میتونن که با استفاده از بعضی روش های بسیار ورزش های بسیار سبک امی آلت پیش خود میتونن که تداوی کنن و این قابل تشویش نیست که بسیار زود میتونن شفایاب هم شود. ممنون شما. امیدوار هستم که از توصیه‌ای که کردین شنیده باشن و عملی کنن. فعلا هم تماس خانم سمین از کابل وصل شده. سمین جان مهربانی کنین. سلام علیکم. علیکم سلام، وقتتان بخیر. از نوبات بادامباغ تماس شده. بسیار خوب که خیلی کار نیکی کردین میره بونی کنید. جلدی داشتم. بسیار خوب بفرمایید. بخارای ریم زیاد شده. دوام قد افت قید سال شد. همایت جور نشده. ممنون. سمین عزیز ممنون. فکر میکنم بیشتر بر نمیگرده به شما خانم دیب، پس بیشتر به همون ادامه صحبتایی که باقی مانده بود بپردازین و اگر خیلی کوتاهش باشه. خب قسمی که بیشتر گفتیم داشتن پایواز یکی از عقهای اساسی مریض بالای شفخانه است، یعنی از نظر منشور مریضا یا حقوقی که مریض داره یکی از حقوق اساسیشان داشتن پایواز با مریض است، اما با تاسف در شفخانه های کابل نسبت عدم موجودیت ساحه وسیع در خانه ها امی حق مریضای خود ما از پیشان گرفتیم، به می خاطر است که هر قدر که دکتر سیبای ما عرضی خدمات بسیار خوب انجام میدن، قابل سیبای نرس ها کوشش میکنن وقتی که پایواز از مریض دور نگه داشته میشه پایواز احساس میکنه گویا برای مریضش هیچ کاری صورت نگرفته و مریض هم چون احساس تنهایی میکنه احساس میکنه که برزی هیچ کاری نمیشه و ای امگیش از باعث عزیز که چون شفخانه فوق العاده ساحه خرد دارن، قسمی که قبلا هم گفتم مثلا دسترس که برای 200 مریض دیزاین شده
باشه و ما 400 حتی یک پایوازم با بیمار حق نداره. من امیال امیر عرض میکنم برای مریضای محترم و مریض‌دارا که داشتن پایواز حقشان است، اما اگر ما در یک فضای بسیار کوچک وقتی که 200 مریض است ما در او 400 مریض گرفتیم، امروز از اونها اگر که 400 پایوازم بیه، فکر کنین که هیچ جای برای دکتر سیبا نمیمونه که اینا عرضه خدمات انجام بدن و از نظر آی پی انفکشن پرونشن یا پاک نگه داشتن شفاخانه که یک پرسنل مهم است برای ما مشکل ایجاد میکنه. هست که کار همون پایواز را برای یک بیمار انجام بدن. خب ابدا ما با او تعداد استاف نداریم که با هر مریض به صورت انفرادی اینا تمام خواهشات مریضا را برآورده بسازن، اما ما به خاطر پاک نگه داشتن شفاخانه، به خاطر از اینکه خدای نخواسته باز گپی که برای ما و برای وزارت محترم صحت عامه بسیار ارزش داره است که انتانات و میکروب ها در شفاخانه باز به حد زیاد نشه، به خاطر ما جلوگیری میکنیم از ورود پایوازا و داخل شفاخانه و به می خاطر است که هموطنای ما از شفاخانه ها با وجود همه قدر کاری که صورت میگیره بازم ناراضی هستند که پایواز دستورت که ما فعلا یک استراتژی روی دست گرفتیم در شفاخانه رابی بلخی بسیار زیاد تلاش کردیم که پایوازا را ورودشان نسبتا آل بیشتر ساختیم، اما کار بالای استاف خدماتی ما که کارگرای ما فوق العاده بالا ساختیم، یعنی ای که هر قدر تعداد پایواز ما زیاد میسازیم به این معنی است که کارگرای خدماتی ما در طول 24 ساعت لحظه اینا بیکار نمیشن که اینا استراحت کنن، به خاطر از اینکه اینا باید پاسپاس کنن شفاخانه را پاک بسازن تا اینکه تعفن و میکروب در شفاخانه زیاد نشه. یک موضوع دیگه که خیلی کوتاه باید پاسخ بدین این است که برخی به اصطلاح خاله ها و اینا براش یادواری میکنن، خانم ها مخصوصا به عنوان شیرینی و اینا پول تقاضا میکنن و خیلی پافشاری هم میکنن برای دریافت. خیلی کوتاه اگر ما تقاضای ما از مریضا و مریضدارای محترمی است که ابدا در صورت به هیچ وجه برای هیچ کارگر شفاخانه اینا پول ندن و ما را همکاری کنن، در صورتی که اگر یک کارگر برای اینا فشار میره که پول بده اینا در شفاخانه رابی بلخی تلفن ما در هر قسمت نصب است، همچنان از سرطبیب سه و ما دفتر نمایندگی مریضا را حضرت محترم ساعت آمه ایجاد کرده سپس. که میتونن در اونجا شکایت خود درج کنن و همون کارگری که از اینا پول خواسته او را برای ما بگن تا اینکه ما همون کارگر از سیستم خود خارج بسازیم و مریضا و مریضدارای ما به صورت راحت از خدمات مستفید شوند. سپاس از حضورتان خانم صدیقه عبدالله ادیب رئیس بیمارستان رابعه بلخی که دعوت ما را پذیرفتند. برنامه امروز مجله صبح هم به همین ترتیب در همجا به پایان رسید. ممنون از همراهیتان. بقیه روزتان خوش.